سلام خدمت همه علاقمندان و دوستان ورزش، عرض ادب و احترام میکنم. صمیمانه به حضورتون از کانال سود در یوتیوب به حضورتون رسیدم و با افتخار طبق معمول یک شنبه شب‌ها از قاب دوربین کانال سود در یوتیوب و درباره اتفاقات حواشی ورزش ایران با هم صحبت میکنیم. میریم و برمیگردیم خدمتتون هستیم. بینندگان عزیز و ارجمند، علاقمندان ورزش، ایرانیان درجه یک، عرض ادب و احترام، درود بیکران خدمت همتون. امیدوارم در هر کجای دنیا هستید خوب و خوش و سلامت باشید و ورزش هم در دستور کارتون باشه. به حضورتون عرض بکنم طبق معمول یک شنبه شبها که یه موضوع مهم رو در طول هفته بنده و دوستانم با هم میشینیم، یه صحبتی با هم میکنیم تا بیام با شما بزرگواران گپ و گفت داشته باشم. این هفته درباره این داستان عجیب و غریب فساد در فوتبال ایران و بازداشت دبیر کل فدراسیون فوتبال که جالب، فدراسیون فوتبال صداش هم در نیاورده بود که آقای مونبینی، هدایت مونبینی، هفته گذشته به خاطر مشارکت در زدوبندی که همین پرونده باشگاه مثل رفسنجان داشته، خب بسیاری از مقامات ارشد فدراسیون فوتبال رفتن و اومدن، آقای خداداد افشاران رئیس کمیته داوران بازداشت بوده، یکی دو نفر از سازمان لیگ و پژمان راهبر بازداشت بود که سردبیر وبسایت ورزشی که با قید وثیقه آزاد شد، آقای سهیل مهدی و کسای دیگه. اما شما موقعی که به دبیر کل فدراسیون فوتبال میرسید، یعنی بالاترین مقام اجرایی فدراسیون فوتبال بعد از رئیس، یعنی رئیس اگه نباشه، قدرت امضا و قدرت اداره فدراسیون در اختیار دبیر کل فدراسیون فوتباله. شما نگاه بکنید موقعی دبیر کل فدراسیون فوتبال میره و یه جای برملا میشه که نزدیک 200 خورده سکه ایشون گرفته تا نتایج بازی‌ها رو در بیاره، چون خودتون هم حتی میدونید مستظر هستید که آقای مونبینی از این داوران قدیمیه و یه زمانی داور وسط فوتبال ایران بود، داور بین‌المللی هم بود، بعضا داوریایی هم که میکرد توش داستانم داشت. و حالا اون زمان میگفتن، آقا یه سری میگفتن بعضی از داوران به سمت تیمای قش میکنن و داوری ایران اون سلامت کامل رو نداره، اما از یعنی زیرابی میرفتن و خیلی هم توجه نمیکردن. اما واقعیت داره دیگه، ما بحث من فقط الان داوری نیست. آقا موقعی دبیر کل فدراسیون فوتبال بازداشت میشه و فدراسیون فوتبال هیچی نمیگه، شما ببینید فساد تا کجا ریشه دوانده. آقای رئیس فدراسیون فوتبال آقای تاج، خود ایشون هم پاش تو این قضیه گیره، اما چون ارتباط مستقیم داره با رفقای درجه که خودش در اطلاعات سپاه و مقامات امنیتی، فعلا داره راست راست میگرده و میچره و کاری باهاشون نداره. مطمئن باشید اگر ایشون ارتباطات بسیار نزدیک و رفاقت گرمابه و گلستانی با اون افرادی که من گفتم نداشت، تا الان یه جوری راحت بگم درازش میکردن. شما یادتون هست، خاطرتون هست که اون 2.5 میلیون یورو قراردادی که آقای مارک ویلموت با ایران بسته بود و که یه سرش رسید به مقامات بالای دولت قبلی و آقای تاج و اون افرادی که از هلند و بلژیک ایشون آورده بودن و اون کمیسیون‌ها و کامیشن‌هایی که گرفته بودن، همین آقای قاضی‌زاده هاشمی که با پول ملت رفت تو فرانسه تو المپیک چرید نماینده مجلس و چندین نماینده مجلس دیگه از همین اصولگراها که گفتن آقای تاج باید بازداشت بشه، دادگاهی بشه، تمام پول قرارداد آقای ویلموتس از ایشون و از حلقوم ایشون و دوستانش بکشید بیرون. زمانی که ایشون رئیس فدراسیون فوتبال نبود، بعد فهمیدن که میخواد بیاد، همه دیگه زیپا رو بستن، یعنی هیچی نتونستم بگن. من از آقای قاضی‌زاده هاشمی و اون افرادی که اون موقع خیلی تریبون داشتن و داد و بیداد میکنن در برنامه شو ورزش سه و کسای دیگه، میگفتن آقای تاج باید به جواب بدیم، ما
گریبانتون میگیریم، ولت نمیکنیم، هزار داستان رو سرهم کردن تا هر روز تو رسانه ها باشن. الان اونا کجان؟ آقای قاضیزاده هاشمی، شما همون آقای قاضیزاده هاشمی هستید، آقای تاج هم همون آقای تاجه، مدیران فدراسیون فوتبالش هم هستن، چرا جرئت نمیکنید حرف بزنید؟ میدونید چرا؟ به خاطر که آقای تاج آدم کوچیکی نیست. ایشون موقعی که سردار سلامی رو میاره در کمپ تیمای ملی تا به شماره 12 تیم ملی رو بهش بدن، ایشون هم پاداش دلاری و پول میده به بچه های تیم ملی و یه سریشون رو آدم خودش میکنه، آنتن خودش میکنه. بس آقای تاج شما نمیتونید دست بزنید. شما اگه پاک دست بودید، آقای تاج هست دیگه، این آقای تاج که عوض نشده که، فامیلش هم چیز دیگه ای نیستش که. اگه این آقای تاج به ارتباطات سپاه قدس و اطلاعات سپاه وصل نبود، بازم شما رهاش میکردی؟ مگه آقای عزیزی خادم و با اون شانتاژایی که داشتید، آقای علی خطیر و کسای دیگه اومدن و یه جورایی فن فتیل پیچ رو زدن روش و تمومش کردن؟ مگه همین دوستان شما در هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال و اون کسایی که میخواستن ایشونو به اندازان بیرون نتونستن، مگه ننداختنش بیرون؟ انداختنش بیرون دیگه. ایشون هم میتونست بعد از پایان محرومیتش برگرده، اما یه بلایی سرش آوردید که اصلا من اصلا به ایشون کاری ندارم، فقط میخوام مقایسه بکنم. اون آقای عزیزی خادم که با جادو و جنبل و با رمال و اینا طرف بود که اصلا از اولم نباید میومد تو فدراسیون. همه اون میدونیم که چطور وارد این قضیه شد. اما من از سوالم از شماست، از آقای قاضی‌زاده هاشمی، از اون آقای رئیس کمیسیون اصل 90 و افراد دیگری که توی مجلس با یه تریبون گیرشون میومد فوتبال از دم تیغ میگذروندن، میگفتن آقای تاج ما علم میکنیم، ما فلان میکنیم. این همون آقای تاج شما هم که تو مجلس هستید، رأی آوردید، رأیی که واسه تون یه 20 نفر رفتن رأی دادن و شما رأی آوردی تموم شده رفت. پس شما چرا صحبتی نمی‌کنید؟ الان من از شما می‌پرسم، دبیر کل فدراسیون فوتبال هفته گذشته بازداشت بوده. بیش از 200 سکه اتهامش اینه که بیش از 200 سکه ایشون از باشگاه مثل رفسنجان و یه سری افراد دیگه زد و بند کردن به دست آورده تا نتایج مسابقات رو بیان جابجا بکنن، که قطعا هم این کارو کردن. خب چرا صداتون در نمیان؟ آقای تاج، دبیر کلتون میشه بفرمایید 24 ساعت توی بازداشتگاه چی کار میکردن؟ دادگستری استان کرمان چی کار میکردن؟ ایشون مگه داور بین‌المللی فوتبال ایران نبودن؟ مگه داور نباید پاک دست باشه؟ ایشون چطور رسیده به سمت دبیر کلی فدراسیون فوتبال؟ میشه توضیح بدید؟ اون آدمایی که دیو فدراسیون فوتبال هستن از اون بالا تا پایین، من فکر کنم به غیر از اون کسایی که نگهبانن، حالا توی نگهبانی حراست و یا آدمایی که به جاهایی هم وصل نیستن و فقط میان اونجا حقوق بگیرن، اونا احضار نشدن. مقامی در فدراسیون فوتبال نیست که احضار نشده باشه. اما رئیس فدراسیون فوتبال عین خیالش نیست و تا الان هیچ صحبتی هم نکرده. و اگر رسانه های مختلف، حالا ایندیپندنت فارسی یا جاهای دیگه، خبرنگاران با شرف و درجه یک نمیومدن صحبت بکنن، فدراسیون فوتبال صحبتی نمیکرد. ولی جالب اینجاست دبیر کل فدراسیون فوتبال سر کاره. کمیته اخلاق فیفا چی میگه؟ آقای سپ بلاتر، آقای میشل پلاتینی، افرادی که باهاش بودن، آقای جرم والکه که دبیر کل فیفا بود، اینا به خاطر همون پولا، همون رشوه و اون اتفاقاتی که رقم خورد، دادگستری کل سوئیس رفت و همشون رو گرفت و در نهایت کمیته اخلاق و کمیته انضباطی فیفا اونا رو مادام العمر محروم کرد. اما دبیر کل فدراسیون فوتبال ایران میره احضار میشه، نفری از فدراسیون فوتبال اصلا لال شده و حرف نمیزنه. بعد این فوتبال میخواد قانون سقف قرارداد داشته باشه؟ بابا بی خیال.
شما مردم ایران رو چی حساب کردید؟ از اون بالا تا پایین فدراسیون فوتبال همشون فاسدن. برید نگاه بکنید سرمربی تیم ملی ایران بازیکنایی که میخوان برن باشگاه انتخاب بکنن و میره بهشون میگه آخه شما همین آقای مهدی لیموچی برید آقا الان برای چه سر از سپاهان در آورد نرف پرسپولیس مدیر عامل آلومینیوم عراق دیگه ویدیوهاش هست دیگه میگه آقا تا روز آخر میشون میخواست بره پرسپولیس باشگاه پرسپولیس اون پولی هم که ما میخواستیم داشت میداد چرا سر از سپاهان در آورد میشه بفرمایید آقای امیرخان قلعه‌نویی به خاطر که سرمربی تیم ملی خودش دلاله به آقای لیموچی میگه که مثلا بهشون میگه کجاها برید بازی بکنه که من تیم ملی در رامین رضاییان همین رامین رضاییان تو تو اردوی قبلی به خاطر مسائل غیر اخلاقی و حراست وزارت ورزش رسما گفت ایشون نباید به تیم ملی دعوت بشه و دعوت هم نشد نذاشتن آقای قلعه‌نویی دعوتش بکنه اما الان چرا سر از استقلال در برده ایشون مگه نمیگه من به شرفم قسم میخورم من علم من بلم نمیرم استقلال چرا؟ چون سرمربی تیم ملی اینا رو پخش میکنه تو باشگاهی خودش میخواد و بعدا سر از تیم ملی در میاره. حالا شما نگاه کنید تو لیست برای تیم ملی رو داشته باشید دیگه. اینی که الان من دارم میگم این هست، این یه چیز واقعیته که چند روز گذشته در رسانه های ایران هم بود. آقای قلعه‌نویی میره یه دلال و یه دونه ایجنتی که رفیق خودشه رو میفرسته بشه آقای علیرضا جهانبخش که آقا بیا فلان باشگاه ترکیه اینم کجا که ما از حال احوالت خبر داشته باشیم چون آقای چون باشگاه فاین رو رسما این بازیکن آزاد کرد گفت دیگه ما نمیخوایمش میتونه باشگاهشو بره انتخاب بکنه که نزدیک ما باشه که ما بدونیم داره چیکار میکنه در حالی که علیرضا جهانبخش مدیر برنامه سالیان سال امیر هاشمی مقدمه و امیر هاشمی مقدم تا این قضیه رو فهمید هشدار داد به اون مدیر برنامه یا دلال و امیر قلعه‌نویی گفتش اگه بخواد ادامه بدید من رسما به فیفا شکایت میکنم و میگم چه خبره. بابا تو تیم ملی فوتبال ایران این اتفاقات داره میفته. بعد شما از سقف قرارداد دارید صحبت میکنی؟ سر تا پاتون فساده. کدوم سقف قرارداد؟ آقای تاج میشه بفرمایید؟ باشگاه سپاهان رو شما نگاه بکنید. تک تک من الان باشگاه رو اسم میارم. باشگاه سپاهان رو نگاه بکنید. استیون انزونزی با $1000 میاد بازی میکنه بازی کنی که تو تیم ملی فرانسه قهرمان جام جهانی 2018 شده. مهدی لیموچی که پرسپولیس داشت میگرفته چطور سر از سپاهان در بود؟ سپاهان دو برابر پول پرسپولیس داده به باشگاه آلومینیوم عراق. یا بازیکنای دیگه‌ای که سپاهان گرفته. تراکتور رو شما نگاه بکنید دیگه. مگه من فکر کنم پرسپولیس این وسط سرش بیکلامون چون آقای درویش من بهش نقدم زیاد دارم اومد خودشو پاک دست حساب بکنه اما یه آدم دوگمیه که فقط حرف خودش میگه حرف منه و اینکه آقا مثلا میخواد بیا بگه من سقف آقا آقای درویش سقف قرارداد چه همه تیم خودشونو بستن شما اصلا خوابی مهدی ترابی گفتن ما 20 تومن بیشتر نه 25 تومن یا گفتن 32 میلیارد برای این بازیکن میدیم ایشون دو برابر 33 میلیون نزدیک 80 میلیون از تراکتور سازی پول تراکتور پول گرفته. علی بیرانوند، دانیال اسماعیلی فر، خود آقای اسکوچیش نزدیک 800 900 هزار دلار. خب تراکتور از شما من میپرسم قهرمان شده پارسال که باید بیشتر خرج بکنه؟ قهرمان کجا شده؟ چه وی آی پی داره؟ اینی که آقای رئیس مالک دزدش آقای زنوزی میاد تو اون مراسمایی که برای همسرشون فوت کرده بودن روحشون شاد باشه تو اون مراسما میاد با اون منصور عظیمی اون دلالای امیر قلعه‌نویی میشینه گردن میگیره و بازیکن‌ها رو دعوت میکنه اونجا و همونجا باشون قرارداد میبنده این صفحه قرارداده شما الان نگاه بکنید دیگه باشگاه رو ببینید دیگه باشگاه پرسپولیس چی کار داره میکنه؟ کدوم بازیکنه گرفته؟ یه مدیر بی سوادی داره که مثلا میخواد ادعا بکنه من سقف قرارداد رعایت کردم اون از پارسالش اینم از امسالش انجار رو یه بازیکن دفاع چپ میخوام بگیرم بعد با فوتبال ما با این آدم ها میخواد پیشرفت بکنه والله میگم دولت قبلی با
با یه خصوصی سازیش نابود کرد استقلال پرسپولیس، به خصوص استقلال خوب به پرسپولیس و استقلال که الان توی نقل و انتقالات من فکر کنم بره بهترین بازیکن اروپا رو هم بخواد بیارن پولشو میدن. اما خصوصی سازی برای پرسپولیس از چاله به چاه شد. همین آقای تاج اومد گفتش که این خصوصی سازی کاریه که باید انجام میشه و عالیه. آقای تاج عالیه دیگه، شما کسی نیست گریبان خودتو بگیره، دبیر کلت سر از زندان میره در میره، رئیس کمیته داورانت میره اونجوری اون همه افشاگری میکنه در زندان، اون همه صحبت میکنه که چه اتفاقاتی افتاده، شما هم که راست راست داری راه میری، راه میرید و هیچ کسی باهاتون کاری نداره، تیمار هم به جون امریه انداختی سقف قرار داد. آقا شما یه دونه ورزشگاه ندارید آقای تاج، صحبت چی دارید میکنید؟ یه فوتباله، یه سرگرمیه، یه نشاط برای جامعه است که اونم خداشو از مردم دارید میگیرید. ورزشگاه تختی من دوستان دارم بهتون میگم، ببین اومدم میگم ما چمن ورزشگاه آزادی رو میخوایم ببریم به تختی، اصلا خنده داره. بعد ورزشگاه آزادی مثلا بعدن میخواد چیکار بکنه موقعی که درست شد؟ از بعد اون چمن رو میارید تو ورزشگاه آزادی؟ بعد ادعا میکنید ما مثلا فدراسیون فوتبال الیم و بلیم ما میخواییم فلان کار رو بکنیم؟ بابا جمع تمومش کنید این مسخره بازی ها رو. من به شما قول میدم دوستانی که دارید ویدیو رو نگاه میکنید این حرف رو یادتون باشه، ورزشگاه تحت قتلگاه استقلال پرسپولیس میشه. مطمئن باشید چند تا بازیکن اصلیش تو همین ورزشگاه هم استقلال هم پرسپولیس هر کدومشون بازی کنن ربات خواهند داد. پرسپولیس که فصل قبل دوست داره ربات پاره داشت دیگه. حالا شما برید نگاه بکنید ببینید داستان چیه. بعد ببینید صحبت از مبارزه با فساد، صحبت از پاک دستی نکنید، چون خودتون سر تا پا فاسدید. هر کسی هم میخواد بیاد در این باره صحبت کنه یا دهانشو میبندید یا صفحهاشو میبندید یا هزار تا وصله بهش میچسبونید، ولی خودتون رو نگاه بکنید. اصلا میشه فدراسیون پیدا کرد که دبیر کلش، رئیس کمیته داورانش، نایب رئیسش، ایکسش، ایگرگش همشون یا رفتن تو زندان یا احضار شدن. بعد رئیسش انگار نه انگار. بعد ما از این فدراسیون فوتبال انتظار داریم سرمربی شه دیگه. نگاه کنید آقای امیر قلعه‌نویی یه دلال با سابقه. دوستان منصور عظیمی رو برید شما سرچ بکنید، ایشون نوچه آقای زنوزیه که داره واسش بازیکن میگیره، سالیان سالم که با امیر قلعه‌نویی هستش. این بازیکنایی که من الان گفتم برید نگاه بکنید توسط چه دلال و چه آدم سر تا پا فاسدی هوایی شدن، رفتن تراکتور. همین علی بهرامبند یا اون بازیکنایی که آقای قلعه‌نویی به آقای عظیمی داشت میگفتش که بگو به کجاها برن که بعد برای دعوت تیم ملی هم هماهنگ باشه. بابا اینجوری فوتبال ایران، فوتبال ایران فاسده. اینو فقط من نمیگم، از هر کی دوست دارید برید بپرسید. یه بازیکنی که قیمتش مثلا میگم 10 میلیارده، صبح با 10 میلیارد شروع میشه، شب این بازیکن 80 میلیارده، همون بازیکن صبحی مثلا از صبح تا شب این کیفیتش زمین تا آسمون عوض شده؟ نه، اون دلالا و اون ایجنت هایی که باهاش هستن میدونن دارن چیکار میکنن. آخر یه کاری میکنن، همون آدمی که 10 میلیارد صبح میخواسته بده شب میگه اب نداره آقا 60 میلیارد بهش بده ما به همین راحتی. بعد تو اون دبیر کل میخوره، نایب رئیس میخوره، رئیس کمیته داوران هستن. بعد اون آدمایی که دارن میچینن فقط اینا نیستن که، داورا رو میچینن، هزار داستان دیگه سر هم میکنن. و در نهایت من سرتون رو درد نیارم، همه پرونده ها رو اومدن کشیدن بیرون، حالا هزار داستان دیگه. متهم اصلی که مثل رفسنجانی تو لیگ برتر هست، یعنی اصل داستان که اون تیم خلاف کرده، مربیش آقای ربیعی الان در زوبان داره کار میکنه، طلبکار هم هست، همه میدونن که چه کسافت کاریایی کردن، ایشون داره کار میکنه در زوبان، مثل رفسنجان هم کس داره بازیکن میگیره، بقیه هم که علکی میرن و میان دیگه. بس سلام تموم شد، ملت هم سر کارن. سقف قرارداد دمتون گرم آقای تاج، ورزشگاه‌های عالی، همه چی ردیفه. بعد عربستان میزبان جام جهانی 2034 میشه. ما ول نکنیم آقا، مردم ایران اینا فقط به فقط ما رو سر کار گذاشتن، هیچ اتفاق دیگه هم نمیفته. دم همتون گرم. سول آفیشیال دوست خوبم شهرین
راهای ارتباطی ما و شما رو زیرنویس کنید، لطفا سابسکرایب بفرمایید، تمرینتون درجه یکه. دم همتون گرم، شب روزتون خوش، خدا یارو.